بالای دفترچتون یا کاغذتون بنویسید ساندویچ کوکتل میگو. برای خیلی از ساندویچ فروشی ها میتونه این منوی جدید جالب باشه. اونا میتونن تو هتل ها و رستوران ها اگر بخشی دارن که میخوان ساندویچ بدن، این غذای خوشمزه رو ارائه بدن، یا ساندویچ فروشی ها میتونن یه غذای دریایی اضافه کنن به منوی تکراریشون. خیلی ها از ساندویچ سوسیس و کالباس و همبرگر و ساندویچ های مرغ و تکراری خسته شدن. اینی که میتونه یه ساندویچ جدید تاثیر خوبی توی منوی شما و فروش شما بذاره. اولا ساندویچمون بسیار سالمه، بسیار خوشمزه است، و کسایی هم که توی خونه دلشون میخواد یه ساندویچ خوشمزه رو یاد بگیرن میتونن برنامه امروز رو خیلی با دقت بیشتری ببینن. دو نکته وجود داره که در این ابتدا باید به شما بگم. یک، این ساندویچ به درد خوردن در مدرسه نمیخوره، یعنی نمیتونین این ساندویچ رو ببرین با خودتون به مدرسه، چون توش میگو داره و بوی میگو ممکنه که، البته ما طوری اونو درست کنیم که بدون بو خواهد بود، اما ممکنه که زمان طولانی تر، بالاخره غذای دریاییه، ترجیح میدیم که اینو به مدرسه نبرن بچه ها. دومین نکتهش اینه که این ساندویچ به دو شکل مختلف عرضه میشه که توضیح خواهم داد، که با این نونهای گرد و یا نونهای ساندویچی که خیلی جالب خواهد بود، که دو سبک کلاسیک و در واقع نونی ساندویچیش رو به شما آموزش خواهم داد. اما بریم سراغ مواد لازم برنامه‌مون. ما یک کاهوی کوچیک پیچ رو، کاهو پیچ کوچک رو خرد کردیم. اگه کاهوی کوچیک پیچ پیدا نکنین، یک کاهو معمولی رو خرد کنین. من حدوداً 20 تا دونه میگو کوچیک رو که با قیمت خیلی مناسب میدم، 25 تا 30 تا دونه میگو کوچک رو انتخاب کردم که قیمتش مناسب بود. شیوید تازه داریم با برش‌های بزرگ. ببینید معمولاً وقتی که میخوان شوید رو به غذا اضافه کنن خیلی ریزش میکنن. ما برای این غذا نمیخوایم خیلی ریز خورد بشه، بلکه میخوایم تو دهن یک کمی بیاد و لذت بیشتری ببریم ازش. اینجا یه مقداری لیمو رو، یه دونه لیمو رو من به این شکل درآوردم برای تزیین، و یکیشو برای پخت میگو که خیلی روش جالبی خواهید دید. حدوداً 30 تا دونه از این گوجه، 25 تا 30 تا دونه از این گوجه فرنگی ها رو خرد کردم و 5 تا خیار رو مربع کردم، چون این کوکتله. در واقع ما میخوایم یک کوکتل میگو رو تبدیل کنیم به ساندویچ. یادتون باشه هر وقت اسم کوکتل میگو اومد، روبروش سس هزار جزیره رو خواهیم داشت، یعنی سس تاوزن آیلند یا هزار جزیره مختص کوکتل میگوه و فوق العاده خوشمزهش میکنه که ما امروز باش میگو میپزیم و برای همه تون میتونه جالب باشه. مایتابه رو از قبل گرم کردیم، شعلش رو زیاد میکنیم، میریم سراغ آشپزی. دقتتون رو ببریم بالا که ببینید چجوری میشه یه میگو رو در اوج سادگی خوشمزه درست کرد. خیلی ها مشکل دارن با درست کردن میگو، اما این روش میتونه مشکلاتشون رو حل بکنه. ما میگو رو میریزیم بدون اینکه روغنی اضافه کنیم بهش. اولین کاری که میکنیم بعد از اضافه کردن میگوها، میاییم نصف این لیمو رو که لیموی بزرگه به میگوها اضافه میکنیم تا آب لیمو جذب میگوها بشه. فقط از نصفش استفاده کنیم تا خیلی هم میگو ترش نشه. ما فقط میخواییم میگوها خوش عطر بشن. وقتی نصف یه لیمو رو ریختیم و شروع کردیم به هم زدنش، حالا عطر لیمو جذب میگو خواهد شد و با اضافه کردن فلفل سیاه باز هم کمک میکنیم به خوش عطر شدنش. همه جاش رو سعی کنین فلفل سیاه بپاشین و حالا نمک که غذا رو هم بهش اضافه میکنیم تا خوش عطر تر بشه. وقتی که میگوها شروع کردن به جمع شدن، در واقع یعنی دارن پخته میشن بدون روغن. چرا ما این کارو میکنیم؟ ما داریم در درجه اول میگو رو خوشبوتر میکنیم و لیمو کمک میکنه به عطر خیلی عالیش. یه مقداری که آب در واقع این میگوها و لیمو جذب خود میگوهاشو و میگوها شروع کردن به جمع شدن، اون موقع است که لیمو عطر خودش رو وارد میگو کرده و میگو خوش عطر شد. اما این پایان کار نیست، هنوز باید صبر کنیم تا یه مقداری میگوها بیشتر بپزن. وقتی یه مقداری میگوها بیشتر پختن و جمع تر شدن، میبینین الان دارن
کاملا پخته، مثلا این یکی میگو پخته شده اما این یکی هنوز خامه، از رنگش و پیچ خوردنش میتونیم بفهمیم که کدوم خامه و کدوم پخته است، اما هنوز باید صبر کنیم. یه مقداری صبر میکنیم، وقتی لیمو جذب میگوها شد و یه مایه تابه ما خوشتر شد، برنامه رو با هم دنبال میکنیم. وقتی آب لیمو یه مقداری جذب میگو شد و آب در واقع تابمون خشکتر شد و رطوبتش کمتر شد، حالا بهش سس هزار جزیره اضافه میکنیم. در واقع این دومین مزه دار کننده است که ما داریم تو میگو رو با خود سس میپزیم و بسیار کار جالبی خواهد بود. وقتی که به این روش پختیمش، مزه دارش کردیم، حالا شروع میکنیم به تفت دادنش با خود سس هزار جزیره و دیگه اصلا شما بوی بد میگو رو احساس نخواهید کرد، چون میگو از قبل پختن فقط یه حرارت خیلی کمی میبینه و اینجا یه ظرف داریم که میگو رو با سس میریزیم توش. عطر فوق‌العاده‌ای فضای استدیوی ما رو میگیره. وقتی سس رو با میگو دیدین که در ابتدا بدونی که روغنی به تابه اضافه کنیم، با لیمو میگو رو تفت دادیم و میگو شروع کردن به جمع شدن. وقتی میگو ها جمع شدن و آبی که از میگو خارج میشه کمتر شد و رطوبت بیشتر جذب خود آب لیمو جذب خود میگو شد و آب کمتری در تابه بود، سس هزار جزیره میریزیم که دومی مزه‌دار کننده ماست. وقتی دومی مزه‌دار کننده ریختیم، سس هنوز داغه و میگو هنوز داغن، اما برای خوشمزه تر شدن و آسیب نزدن به برگ های کاهو و سبزیجاتمون باید صبر کنیم تا سس و میگوها خنک بشن. وقتی خنک شدن مایه رو اضافه میکنیم و هم میزنیم. با ما باشید، مراحل رو ببینید. من نون گرده رو حلقه کردم و شروع کردم برش زدم. میگوها تو سس سرد شد، حالا کاهو رو می‌ریزیم. بعد خیارهایی که شبیه سالاد شیرازی مربع شدن رو اضافه می‌کنیم. بعد شیویدو که بعد یه کمی بند انگشتی خرد بشه رو اضافه می‌کنیم. خیلی شیویدو ریزش نکنید تا گم بشه. و بعد گوجه فرنگی‌های گیلاسی رو که برش زدیم رو می‌ریزیم و این لیموهای برش خوردن برای تزیین نگه می‌داریم. بعد شروع میکنیم به هم زدن میگو و سس که خیلی خوش عطر شدن با سبزیجات. میبینین خوب همش میزنیم تا کاملا با هم مخلوط بشن. واقعا خوشمزه است. یه مایه ساندویچ بی‌نظیر به نام کتلت، به نام کوکتل میگو که فوق العاده عالیه. وقتی خوب همش زدیم و سس با سبزیجات و میگو خوب مخلوط شد، تا عطر عالی مواد با هم مخلوط شدن، از این نونای برش زده به این شکل میچینیم. این روشیه که اگه بخواید این ساندویچ تو بشقاب عرضه بکنید. اگه بخوایم ساندویچ رو به این شکل عرضه بکنیم تو بشقاب و نون رو برش بزنیم که حالا بقیه‌اش میتونیم برای بقیه مایه استفاده کنیم، یا اگه بخوایم اونو توی ساندویچ درست کنیم به این شکل ساندویچ رو برش میزنیم و مایه رو میریزیم وسطش. اما من این روشش رو اول به شما نشون میدم که براتون خیلی جالبه. اگر که شما دلتون بخواد توی رستوران یا توی خونه مایه ساندویچ رو عرضه کنیم، به این شکل میتونید مایه ساندویچ رو بریزین روی نونش، که این یه روش جالبیه برای ارزش و فوق العاده لذت بخشه. اصلا میشه اونو حتی به عنوان یه وعده سالادی که غذایی طور باشه هم ارائه داد. حیفه میگو رو میذارم روش که زیبا بشه.
یه دونه میگو هم میذارم روی اون و با برگای لیمو اونو زیباترش میکنیم به این شکل. یه دونش هم اینجا میذارم تا لذت بیشتری رو برید ازش. بغلش هم یه چند تا میذارم که لیمو احساس بشه. در مورد این یکی هم به این شکل فقط کافیه نون رو بباریم. و مایه رو بین نون ساندویچی قرار بدیم. وقت برنامه ما تموم شده و اینجا شما دارید ملاحظه میکنید که ما اینجا ساندویچ کوکتل میگویی درست کردیم که نون رو برش زدیم و پهن کردیم که میتونه خیلی روش جالب باشه برای رستوران ها، برای توی خونه و در واقع ساندویچی که نونش در زیر اون قرار داره و سبزیجات و میگو در روی اون قرار دارن و برای بردن به محل کار و یا مسافرت های کوتاه که دلتون میخواد یک در واقع ساندویچ دریایی داشته باشید میتونید مایه رو بین نون ساندویچی قرار بدیم. این هم یک ساندویچ بود. ساندویچ ها بسیار متنوع و اشکال بسیار متنوع و جالبی دارن. ساندویچ ها برای همین خیلی طرفدار دارن چون خیلی سریع آماده میشن، قابل حمل و نقلن و همه خانواده ها دوست دارن. این ساندویچ فوق العاده مفیده و خوشمزه است و میتونین ازش لذت ببرید. ساندویچ کوکتل میگو رو امروز یاد گرفتید. با ما باشید. بهونه داتای آر 20334 رو فراموش نکنید. نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما سازنده است. خداحافظ.